شک و تردیدهایی که زیدان قبل از دیدار با سیتی باید حل کند. سلام به کانال همگام با ورزش، خوش آمدید. ریال مادرید در حال به مساف منچستر سیتی می رود که قبل از آن باید زین زیدان بعض شک و تردیدها را حل نماید. زیدان و بازیکنان ریال مادرید با تمام توان به بازی برگشت لیگ قهرمانان اروپا در برابر منچستر سیتی فکر می کند که اکنون فقط 9 روز به آن باقی مانده است. ریال مادرید باید در منچستر نتیجه 2-1 شکست خورده را با پیروزی بدل کند و این کار بدون راموس باید انجام شود. تیبو کورتوا، دانی کارواخال، ادر میلیتایو، کاسمیرو، تونی کروس، لوکا مودریچ و کریم بنزما مطمئناً از ابتدا بازی خواهند کرد، اما زیدان در مورد حل و فصل بقیه مکان‌ها باید فکر کند. مندی یا مارسلو؟ این تنها شک است که زیدان در پیش دارد. فرلان مندی فصل لالیگا سانتندر را به خوبی تمام کرد و حتی یک گل هم به ثمر رساند در حالی که مرد برازیلی مصدوم شد. با این حال به نظر می رسد که مارسلو بهبود یافته و می تواند در حمله بیشتر نقش داشته باشد. با این حال مندی آماده تر برای پیشبرد سرعت حمله در برابر سیتی است. ایسکو یا والورده؟ اگر زیدان سیستم 4-4-2 را به میدان بفرستد، به یکی از ایسکو یا فدریکو والورده نیاز دارد تا کاسمیرو، کروس و مودریچ را همراهی کند. والورده دفاعی بیشتر ارائه می دهد، اما ایسکو خطر بیشتر را برای حریف ایجاد می کند. هازارد یا وینیسیوس؟ ایدن هازارد در این فصل مشکلات و مصدومیت های خود را دارد و وینیسیوس جونیور جانشین او در این تیم شده است. ستاره بلژیمی اگر مناسب و آماده باشد بازی خواهد کرد، اما باید صبر کنیم و ببینیم که بهبود او تا چند روز آینده چگونه خواهد بود. وینیسیوس در این فصل به جهش و مرزهای رسیده که اگر از او خواسته شود آماده خواهد بود. آسنسیو یا رودریگو؟ اگر زیدان با ترکیب 4-3-3 پیش برود، باید بین مارکو آسنسیو و رودریگو یکی را انتخاب کند. آسنسیو از زمان بازگشت خوب عمل کرده. البته هر دو شانس بازی خودشان را دوست دارند. گفتنی است که بازی برگشت ریال مادرید با منچستر سیتی در لیگ قهرمانان اروپا به میزبانی ورزشگاه اتحاد در عبده اسد 13/99 ساعت 11:30 به وقت کابل برگزار خواهد شد. تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. تا نگهدار.